همزمان با پایان آتش بس طرف های درگیر در سودان بار دیگر تبادل آتش میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سری شدت یافت خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشت ساکنان خارتوم پایتخت سودان روز یک را با غرش جنگنده های ارتش ملی سودان و صدای انفجارها و تبادل آتش در نقاطی از شهر آغاز کردند با اینکه ارتش سودان در روز چهارشنبه هفته یه گذشته مذاکرات صلح جده را که با هدف تمدید آتش بس در جریان بود به تعلیق انداخت، عربستان سعودی و ایالات متحده میگویند برای زنی و مذاکره با نمایندگان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سری ادامه میدهند آخرین آتشبس از رشته آتش های شکننده 22 می آغاز شد و اصرای روز شنبه سوم جوان پایان یافت. آتشبس در این مدت پی در پی نغز شد و هرچند اندکی از خشونت های طرف این کاست ولی نتوانست حتی یک روز آرام و بدون درگیری را در سودان ثبت کند. جنگ داخلی در سودان تا کنون نزدیک به یک میلیون نیم میلیون آواره و نزدیک به دو هزار کشته و هزاران زخمی به جا گذاشته است و به گزارش سازمان ملل بیش از 425 هزار نفر به خارج از کشور گریختند. بنا به هشدار این نهاد بیندون مللی بیش از نیمی از جمعیت 50 میلیون نفری سودان اینا که بیش از گذشته به کمک های فوری و استراری نیاز دارد.